رادیو یار تقدیم می کند. دل بیقرار با مسعود فردمنش، شاعر و ترانه سرا. زندگی را آنچنان سخت مگیر، زندگی را آنچنان سخت مگیر، من نمیگیرم هیچ. آنچنان سخت مگیر که من نمیمیرم هیچ، من نمیگیرم هیچ. جای شکرش باقی است، جای شکرش باقی است، تن سالم دارم، گردنی امن و امان از تیغ ظالم دارم. آبروی آنچنان و بر روی کم و بیش، دست بی آز و طمع دارم و سر درون لاک دل خویش. نه دلم در پی آزار کسی است، نه نگاهم شور در گرمی بازار کسی است. وضع من عالی نیست، جای شکرش باقی است، خانه‌ام خالی نیست. یک سماور دارم که در آن می جوشد جانمازی هم هست بر سر تاخشش. سفرنانی هم هست که پر از شکر خدا، پر از نان و لواش. قاب عکسی است به دیوار اتاق آویزان، یادگاری است که از مادر پیرم دارم، یادگاری است که از مادر پیرم دارم بر سر سفره عقل. پدرم تا امروز همچنان مظلوم است، توی عکس از نگاهش پیداست. جای شکرش باقی است، خانم خالی نیست. گربه‌ای هست که از آن زن همسایه ماست. صبح‌ها می آید، کار هر روزه اوست، به غذای سرد شب مرده ما روزگاریست که عادت دارم. جای شکرش باقیست، خانم خالی نیست. تو حیات خونمون اون طرف کنار حوزش یه تلمبه است. توی حوزش سه چهار تا ماهی های قرمز گرد و تلمبه است. رو درخت دم حوز پر از گنجشک های ریز و درشته، پر از کلاغ های تشنه و گشنه. اصلا دیدن داره. قدر شلوغ پلوغ حیات، انگاری جلو سینماست و پنداری شبای جمعه است. جای شکرش باقی است، خانم خالی نیست. نفسی هست هنوز که هنوز می آید. نفسی هست هنوز که هنوز می آید. رفتن کسی دور و برم نیست، چون این بی کس شدن در باورم نیست. نگار من رفتی تو از کنار من، وای از من و این دل بی قرار. رحمی کنه خدا به روزگار دل ناگرونم که زیادت برم، نمیره این قصه دیگه از سرم. یادم بمون ای مهربون، یه
وقت نشی نامهربون. همه رفتن کسی با ما نموندش، کسی خط دل ما رو نخوندش. همه رفتن ولی این دل ما رو همون که فکر نمی کردیم سوزوندش. شبا که تنها توی رایی محب نگاه اون ستاره هایی، یادت باشه که یاره یه گوشه نشسته تو تنهایی. حرفات همش حرف از دوست دارم، چشات میگو دلت گرفت دارم، چشات میگو دلت گرفت دارم. یادم بمون یه وقت نرم زیادت، یادت باشه یادت باشه کی بود که هی عشق و نشون میدادت. شبا که تنها توی راهی محو نگاه اون ستاره هایی، یادت باشه که یاره یه گوشه نشسته تو تنهایی. دل ناگرونم که زیادت برم، نمیره این قصه دیگه از سرم. یادم بمون ای مهربون، یه وقت نشی نامهربون. گفت مگه دیوونه شدی با خودت حرف میزنی؟ گفتم نه دیوونه نشدم، دارم با خدا حرف میزنم. گفت خب به خدا چی میگی؟ گفتم به خدا میگم که خدایا چیکار کنه، اینو چیکار کنه، اونو چیکار کنه، خودمونو چیکار کنه، خدایا با تو چیکار کنه، به این چی بگم، به اون چی بگم، به خودمون چی بگم، خدایا به تو چی بگم، اینو چجوری راضی کنم، اونو چجوری راضی کنم، خدایا تو رو چجوری راضی کنم. جواب اینا رو چی بدم؟ جواب اونا رو چی بدم؟ خدایا جواب تو رو چی بدم؟ بگم نگم؟ به کی بگم؟ به کی نگم؟ خدایا به تو چجوری بگم؟ چجوری نگم؟ من چی میگم؟ اینا چی میگن؟ اونا چی میگن؟ خدایا تو چی میگی؟ گفت چرا؟ دیوونه شدی؟ گفت چرا؟ دیوونه شدی؟
دستی بکش روی سرم که عاشقی بهت سپردم برات قسم که خوردم دیدی که راست میگفتم وقتی که رفتی مردم وقتی که رفتی مردم تو شهرش یا اون برا اسیر بشه
سپردم برات قسم که خوردم دیدی که راست میگفتم وقتی که رفتی مردم وقتی که رفتی مردم دل که بهت سپردم برات قسم که خوردم دیدی که راست میگفتم وقتی که رفتی مردم وقتی که رفتی مردم آهنگ من از اونام که عشقمه با صدای خانم همیرا به گوش شما رسید، با صدای نازنین بانوی آواز ایران. آهنگ از داوود بهبودی عزیز، خواننده نازنین، که دستی هم در آهنگسازی دارن، در دست خیلی قوی و احساسی و خیلی شیرین. آهنگ از داوود بهبودی بود و شعر از من مسعود فردوسی. گفت در مورد قضاوت و پیشداوری برایم بگو. گفت در مورد قضاوت و پیشداوری برایم بگو. گفتم ما انسان‌ها بدون آنکه بخواهیم و بدون آنکه بدانیم فعلی را هر روز استفاده می‌کنیم و اون فعل قضاوت است. نظر دادن، پیشداوری کردن بدون آنکه چون یک قاضی همه جوانب و ریزه‌کاری‌ها را در نظر بگیریم. فلانی می‌گوییم فلانی آدم بدی است، قضاوت می‌کنیم، بد جنس است، بد ذات است، بیرحم است، خودخواه است، قضاوت میکنیم و ناخودآگاه گناه میکنیم. گفت برایم یک نمونه بیاور، برایم یک مثل بزن، من نمیفهمم چه میگویی. گفتم چندی پیش موردی پیش آمد که مرا بسیار در فکر فرو بود. نمونه کوچکی بود از هزاران قضاوت بزرگ و دانستم که این پیشداوری گهگاه میبایست تاوان گرانی پرداخت و دانستم که برای این پیشداوری گهگاه میبایست تاوان گرانی پرداخت. یک روز عزیزی از اهل خانه از من لیوان آبی خواست برای نوشیدن. لیوان آب و بانکه آب در جایی بود که او نمی‌دید. در ته لیوان یک کمی آب از روز قبل باقی مانده بود. ناخودآگاه بدون آنکه آن را خالی کنم لیوان را با آب تهمانده که از آن باقی مانده بود پر کردم و در یک لحظه چند فکر از سرم گذشت. مثلا آب تهمانده لیوان آلوده باشد، پشه روی آن نشسته و بلند شده باشد، گرد خاک روی آن نشسته باشد و خلاصه ناخودآگاه لیوان آب را سر کشیدم. لیوان آب را با آب آلوده پر شده بود سر کشیدم و بلافاصله دوباره آن را پر کردم و بردم و به عزیز خانه که در ابتدا برای شما گفتم لیوان آب را دادم. اون نگاه معنیداری من کرد که معنی و رنگ روی قضاوت داشت. یعنی پیش خود می گفت من تشنه بودم و آب خواستم، چرا اول خودت آب را خوردی؟ و شاید محکوم کردن من به بی‌رحمی و به بی‌محبتی، حالان که من در دنیای دیگری سر می‌کردم، حالان که من در دنیای دیگری سر می‌کردم. واسه منی که دلتنگم، از زندگی دلگیرم، بهتره سفر کردن،
وگرنه اینجا میمیرم. در گذر از هر گذری خبر نبود از خبری، نه زنده بود زندگی نه مرگ را بود اثری، نه ارزش گلایه‌ای نه فرصتی به چاره‌ای، چه میتوان دوانمود به قلب پاره پاره‌ای. از هیچ راه افتادم، دلو به جاده ها دادم، از یاد همه رفته سردرگم و آشفته، نه در گذرگاه کسی نه جنبش خار و خسی، نه پر زدن در قفسی نه منتظر هم نفسی. گفتم از چه می ترسی، آخرش یه راهی هست، آخرش مگه رنگی بدتر از سیاهی هست، بدتر از سیاهی هست. سهم دل ما این بود آلوده و بیهوده، تا بوده همین بوده، و هی رفتم. شاید دلم کمی واشه به عشقی که یه جور امروز زود بگذره فرداشه، به امیدی که تا فردا نور امیدی پیداشه. با دلاره و تشویش شک کردم به کار خویش، که یه راه نشناخته یه عمر دیگه در پیش. گفتم از چه میترسی، آخرش یه راهی هست، آخرش مگه رنگی بدتر از سیاهی هست. را افتادم و هی رفتم. شاید دلم کمی باشه به عشقی که یه جور امروز زود بگذره فرداشه، به امیدی که تا فردا نوره امیدی پیداشه. دلم میخواست نرم، دستان در حیات داشت میبست، گفتم نکنم تردید. در حیات خوب بستم، به انتظار هیچ چیزی دیگه یه لحظه نمیشستم. انگار که یکی میگفت میگفت لحظه موعود، تردید نکنی یک وقت، نه دیره و نه زوده. یافتادم و هی رفتم.
خداوند خداوند تو را شکر میگویم به خاطر روح و روان پاکی که به من بخشیدی. خداوند اگر آنگونه که تو میخواستی پاکش نگه نداشتم، مرا ببخش. خداوند تو را شکر میگویم به خاطر قلب مهربانی که از قلب مهربان خود به من هدیه دادی. پروردگارا اگر آنگونه که تو نظر داشتی مهربانیش را ارزانی نکردم، مرا ببخش. خدایا سپاس و ستایش تو را به خاطر همه نعمت‌هایت. خدایا سپاس و ستایش تو را به خاطر همه نعمت‌هایت. اگر از آنها بهره نبردم و قدر نشناختم، تو مرا ببخش. پروردگارا تو خواستی عشق را بفهمم، محبت را حس کنم، خوبی را ببینم، انسانیت را بشناسم. خداوند اگر نفهمیدم، اگر حس نکردم، اگر ندیدم، اگر نشناختم، مرا ببخش. خداوند مرا انسان آفریدی، که شیرینی انسانیت را تجربه کنم. خداوند اگر تلخی کردم، مرا ببخش. خداوند اگر تلخی کردم، مرا ببخش. هر دو جهان را چه گران باختیم، این نخریدیم و نه آن ساختیم. خستگی راه به در می کنم، دوباره باز عزم سفر می کنم. خوب که سیراب شدم می روم، باز که بیتاب شدم میروم. از دل طوفان زده ها بگذرم، شور گرانی است بسی در سرم. حس به این است که عادت شده، فلسفه ای هست رعایت شده. تا دم آخر همگی می‌دویم، تا که فراموش کنیم می‌رویم. برنامه‌ای که شنیدید دل بیقرار بود از مسعود فردمنش، شاعر و ترانه‌ساز در رادیو یار.